قصه های قد و نیم قد. سلام، اسم من شهر است. من عاشق یاد گرفتن چیزای جدید در مورد دنیا. میخوام یه قصه براتون بگم درباره موجوداتی که امروز یه چیز جدید و مهم درباره دنیا یاد گرفتن. آماده این که بشنوین؟ اسم قصه هست تکه سفید کوچولو. اونجا که یکی بود و یکی نبود، که یا شب بود یا روز، یا گرم یا سرد، یا سیاه یا سفید، یک آسمان بود و یک زمین. هرچی که بود یا روی زمین بود یا اون دورا تو آسمون، مثل اون ستاره ها یا این مورچه ها. اما فرقی نمی کرد اونا روی زمین باشن یا توی آسمون، کوچک باشن یا بزرگ، سیاه باشن یا سفید، چون همه چیز برای همه یا اینطور بود یا اونطور. مثلا اگر از آفتاب گردونا میپرسیدی به نظرت زندگی چیه؟ جواب میدادن خوب، یا خورشید هست و روزه، یا خورشید نیست و شبه دیگه. خرسا هم میگفتن میدونی، یا هوا گرم و میری بیرون و وح به به یک عالمه غذا، یا سرد و میگیری میخوابی، دیگه زندگی همینه. تا اینکه یک روز اونجا که نه روی زمین بود و نه اون دورا تو آسمون، یک تکه کوچیک سفید وسط زمین و آسمون پیدا شد. تکه ای که نه نرم بود و نه سفت، نه مثل آب روان بود، نه مثل کوه سخت، انگار هیچی نبود، اما همینطور بزرگ و بزرگتر می شد. تکه کوچولو دور خودش چرخ می زد و می رقصید و می خندید. اول یه تکه سفید مثل پنبه بود، بعد یه تکه قلمه بستنی شد، بعد یه تکه بزرگ خامه، و همینطور بزرگ و بزرگ شد. کم کم موجودات روی زمین اونو دیدن و به هم خبر دادن که یه تکه عجیب سفید غریب بین زمین و آسمونه. باور نمی کنی؟ بیا ببین. و اینطوری شد که همه با هم چشم دوختن به آسمون. تکه کوچولو از اون بالا پایین رو نگاه کرد و یک عالمه نقطه های ریز و درشت دید و به نظرش خنددار اومد و بیشتر و بیشتر خندید. گل آفتاب گردون گفت من که دیگه طاقت ندارم، میخوام ازش بپرسم کیه؟ و هنوز چیزی نگفته بود که همه حیوانا و گیاه ها و حشره ها و ماهی ها شروع کردن به حرف زدن و سوال کردن از تکه کوچولوی سفید. تو دیگه از کجا اومدی؟ از آسمون اومدی زمین یا از زمین رفتی آسمون؟ چرا رنگ دوز میشه؟ چرا شکل دوز میشه؟ و اونقدر پرسیدن و پرسیدن تا تکه کوچولو که دیگه کوچولو نبود و بخش بزرگی از آسمون رو گرفته بود، عصبانی و سیاه شد و نعره کشید، نعره بلند و درخشان. بعد یک عالمه قطره‌های بزرگ و کوچک از آسمون افتاد. همه موجودات ترسیدن و هر کسی یه جای قایم شد، اما همه یواشکی آسمون رو نگاه کردن. هرچقدر قطره‌های بزرگ و کوچک بیشتری از آسمون می‌افتاد، تکه کوچولو کوچک و کوچکتر می‌شد، تا اینکه دوباره شد یک تکه کوچک سفید شاد و مهربون. اون دور خودش چرخید و لبخندی زد و نفس عمیقی کشید. تمام این اتفاقات برای همه خیلی خیلی باور نکردنی بود. خرس بزرگ گفت اولش سفید بود، بعد سیاه شد، بعدم بیرنگ، نفهمیدیم چی شد. آفتاب گردونا گفتن روز بود، خورشیدم بود، ولی یهو دیگه نبود، یهو دیگه خورشید نبود و شبم نبود، دیدین چطوری تاریک شد؟ و زدن زیر گریه. بعد همه ساکت شدن و فکر کردن، اما به جایی نرسیدن. تصمیم گرفتن برن از خود تکه سفید بپرسن، اما فقط یک سوال تا دوباره عصبانی نشه. خرس گفت من میپرسم. بعد با صدای بلند گفت ببخشید. تکه کوچک نگاش کرد و کوچیک و کوچکتر شد و بعد با باد محو شد. از اون به بعد انگار همه چیز فرق کرد. دیگه زندگی فقط سیاه یا سفید نبود.
مثلا اگر از آفتاب گردونا میپرسیدی زندگی به نظرت چیه، جواب میدادن خب یا خورشید هست و روزه، یا نیست و شبه، یا یه چیزی هست بین زمین و آسمون که حرکت میکنه، یه چیزی که وقتی هست انگار خورشید نیست. یکی بود یکی نبود، یک تکه ابر کوچولوی خندان گاهی توی آسمون بود و میچرخید و میرخسید. خب امیدوارم از قصه امشب لذت برده باشین. شب همگیتون خوش.